با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند، ساعت 3:18 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا، امروز اول ماه ژوئیه سال 2019 است. به نام خدا و با درود خدا به روان پاک اشرف انبیا، بخش جدیدی از برنامه های زنده و مستقیم شبکه پیوند رو در حضور شما آغاز میکنیم. در دقایق پیش سوره نور به پایان رسید و با نهایت خوشبختی سوره مبارکه فرقان رو در حضور شما آغاز به تشریح میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تشکر میکنم. یک دنیا معنا و یک دنیا مفهوم و یک دنیا وعده و یک دنیا تعهد خدا. تعهدات خدا در قرآن بدهی های خداست بدون تعارف. استغفر الله و اینها هم نداره اصلا. تمام دیون خدا، تمام بدهی های خدا، تمام تعهدات خدا در قرآن آمده. خدا به صورت غیر مستقیم به تعهدات خود اشاره می کند. همه صفات خدا تعهدات خداست. خدا می گوید که من رحمان هستم، یعنی من رحمت بدهکار هستم. وقتی میگوید من غفور هستم، یعنی غفران بدهکار هستم، بدهکار هستم. وقتی میگوید من هادی هستم، هدایت بدهکارم. البته همه این بدهی ها مشروط است، ولی بدهی است. کار تعامل برای رسیدن به عدالت اجتماعی جز از طریق قبول مسئولیت و انجام مسئولیت، هیچ طریق دیگری ندارد که میسر بشود. تبارک است. برکه، ریشه برکه در زبان عربی به معنای ظهور پاکی و خروج پاکی از پاکی است. پاکی موجود است، پاکی همیشه حاضر است، اما پاکی همیشه ظاهر نیست. یکی معنای پاکی در حضور و ظهور و یکی پاکی در گستره و شمول از ریشه برکه برمی‌خیزد. یکی حضور و ظهور پاکی است، یکی گستره شمول و وفور پاکی و در واقع نزاهت هست. نزاهت به معنی خالص و پاک و بدون ناخالصی و بدون ناهمجنسی.
یک چیزی که همه ذرات و همه اجزاء او به یک ترتیب است و عدم تجانس و عدم اتحاد در ذات او موجود نیست، دارای برکت است. برکت هم به معنای وسعت کمی است، هم وسعت کیفی است. در وحدت صفت و در وحدت ذات، به بیان دیگر پاک و واحد است. تبارک، پاک و خالص و واحد و شامل و گسترده و دربرگیرنده است. آن که نازل کرد فرقان را بر عبد خود، فرق ریشه فرقان در زبان عربی به معنای تفاوت و فاصله. از مشخصات زبان عربی، از مشکلات زبان عربی یا حالا هر چی که هست، بیشتر مفاهیم واژه‌های عربی به علت وسعت شمول اینها که هر کدامش 10 تا 12 تا 8 تا معنی مختلف میده، گاهی این معنی ها مخالف هم هستن، در جمله باید پیدا بشه. مثلا واژه ضربه اگر اشتباه نکنم 58 بار در قرآن آمده، 34 معنای مختلف داره که 2 تا از این معانی اصلا مخالف همه. یکی به معنای ضربه، به معنای اصابت ضربه بر پیکر و بر یک مضروبی یا کتک زدن معنی میده، و در واقع درگیر شدن و برخورد کردن، و یکی معنی کاملا مغایر اون رو میده، دور شدن و فاصله گرفتن. ما سعی میکنیم برای اینکه از تطویل کلام جلوگیری بکنیم تا اونجایی که امکان داره فقط معانی رو که مربوط به اون کار میشه بیان بکنیم. در گذشته به خصوص اوائل کار ما همه معانی یک لغت رو بازگو میکردیم و این هم باعث خستگی میشد برای بعضی و هم وقت زیاد میگرفت. ولی خب ما روش این کار رو یاد دادیم اون زمان و الان تعدادی چشمگیر از بیننده هایی که با من در حال تماس هستند میبینیم که خود اینها ریشه یابی میکنن، پیدا میکنن، و یک مرحله نیست که ما قرآن رو مجبور باشیم همه معانی یک واژه رو بدانیم تا قرآن رو بفهمیم. کمک میکنه، ولی خب هر 2-3 تا معنی که هر آیه ممکنه که در ارتباط با یه لغت داشته باشه اونها رو فقط بیان میکنیم. فرقان 2 معنی در ارتباط با این آیه داره. یکی معنای فاصله است، ریشه فرقه در قرآن، هم معنی فاصله میده هم معنی تفاوت میده، معنی های دیگه هم میده که برای بعد. پاک و منزه است، شامل و گسترده است، یک پارچه و غیر مرکب و بسیط است. آن که نازل کرد، نازل، نزل به معنای پایین آمدن طبیعت یک امر به نحوی که یک امر نامفهوم برای یک مرجع مفهوم می شود. تغییر درجه طبیعت یک واقعیت که از نامفهوم بودن به مفهوم بودن
تنزل می کند، در عالم ماده ظاهر می شود، از عالم معنا به عالم ماده سفر می کند، از عالم مجرد به عالم مقید سفر می کند و یک امر موجود و نامفهوم در عالم مجرد وارد عالم مقید می شود و مفهوم موجود می شود و موجود مفهوم می شود. هم وجودش تجلی می کند، هم مفهومش تجلی می کند. این سفری که تغییر و تحول در طبیعت و در کیفیت و چگونگی نمود یک واقعیت انجام می شود، یک موجود انجام می شود، در اصطلاح زبان عربی و به خصوص در اصطلاح قرآن نزول نامیده می شود. اما در ریشه لغت نزله به معنای فرود آمدن، منزل به معنای فرودگاه، به جایی که در اونجا پایین می آیند و چون معمولاً از اسب و اینها پایین می آمدند و در جایی سکنا می کردند، به اون محل فرو آمدن، محل نزول، منزل می گفتند، پایگاه می گفتند، قرارگاه می گفتند، آسایشگاه می گفتند، ولی جایی بود که در اونجا پایین می آمدند و نزول در اونجا واقع می شود. پایین آمدن درجه یک چیزی رو نزول میگویند، ولی در مورد کلام خدا این ترجمه غلطی است. کلام خدا درجهش پایین نمیاد، که خدا کلامش در عالم مجرد خیلی والا و بالا بوده و تقدس داشته، حالا کلام خدا که وارد شده به عالم مقید، عالم ماده، از عالم معنا به عالم ماده وارد شده، حالا تقدس خودش از دست داده، یه چیز بی خودی شده. چرا؟ چون منزل شده. اینطور نیست. خود کلمه نزول به معنای پایین آمدن درجه است، ولی در واقع در مورد نزولی که کلام خداست که نازل میشه، کلام خدا هیچ وقت ارزشش نه کم میشه نه زیاد میشه. فقط توان ما در مقابل کلام خدا تغییر میکنه، کلام خدا تغییر نمیکنه. در چشم ما کلام نازل میشه، در چشم ما کلام مفهوم میشه، ولی کلام تغییر نمیکنه. این رو هم برای بار اولی است که میشنوید که اون چه که نازل میشود و اون تحولی که در نزول ایجاد میشود، تحول در چگونگی ماهیت برخورد ناظر یا عبد یا پیامبر یا رسول یا نبی در مقابل اون چه که مفهوم او می شود. به بیان دیگر کلام خدا تغییر نمی کند در فهم و در تفاهم، بلکه دریافت کننده فرمان تغییر می کند. یعنی وحی پایین نمیاد، محمد بالا میره تا وحی رو دریافت کنه، چون وحی یک امر ثابتی است و این اصطلاح است که نازل شد. نازل در ذهن پیامبر شد، نازل در ذهن نبی شد، نه اینکه واقعا کلام متغیر باشد و متحول باشد و از جایی به جایی سفر کند یا تغییر مقام بدهد. این رو توجه داشته باشید. بقیه آیات رو با این حوصله ترجمه نخواهم کرد، ولی خواستم این آغاز کار رو که خیلی مهمه دیگه، قانون اساسی این سوره تا آخر هست. تبارک الذی، پاک، خالص، وسیع، شامل، مفید و غیر مرکب و بسیط است، پاک و منزه است آن که نازل کرد، مفهوم فهم ساخته،
فرقان را عامل و وسیله و ترازویی که فرق یعنی فاصله و تفاوت، فاصله و تفاوت چیزها را اندازه گیری می کند که دو با چهار چه فاصله ای دارد، چقدر فاصله اینها و بعد چه تفاوت اینها با هم دارند. مثلا سفر و هزار، خوبی و بدی، اخلاق و بی اخلاقی، عدالت و ظلم، اینها چه فاصله ای با هم دارند و چه تفاوتی با هم دارند. فاصله اینها قرارگاه های اینها را نشان میده. جایی که ظلم هست و ستم هست چگونه جایی است، جایی که عدالت هست چگونه جایی است. ما از عدالت محیط رو میشناسیم، از محیط عدالت رو میشناسیم. ما از ظلم، وجود ظلم رو وقتی ما پیدا میکنیم، جامعه رو میتوانیم تشریح کنیم، نقاشی کنیم که چه جامعه ایست بدون اینکه جامعه رو دیده باشیم. وقتی یک جامعه ای رو میبینیم که شرایط معینی در اون جامعه حاکم هست، تشخیص میدهیم که این جامعه دچار ظلم شده. یعنی فاصله چیزها رو در محل وقوع اونها و تفاوت محل وقوع اونها با هم اندازه میگیریم. قرآن مبتنی بر دو نوع ترازو هست. همه قرآن. یکی قرآن از ترازوی فرقانی استفاده میکنه، یک وقت قرآن از ترازوی میزانی استفاده میکنه. ترازوی فرقانی قرآن بر مبنای تشخیص تفاوت کیفیت هاست و تفاوت میزانی قرآن بر مبنای تشخیص تفاوت کمیت هاست. ما کمیت ها رو در ترازوی کمی قرآن یا در میزان قرآن بررسی میکنیم و شناسایی میکنیم. کمیت و اندازه و قدر و مقدار چیزها رو در ترازوی میزانی قرآن پیدا میکنیم. کیفیت، خاصیت، طبیعت، چگونگی تفاوت و تفاصل چیزها رو در ترازوی فرقانی قرآن مشاهده و ملاحظه میکنیم. پاک و منزه است، مبارک است آن که فرو فرستاد، قابل فهم ساخت فرقان را، ترازوی کیفیات را بر عبد خود. اصل کار این فرقان، این ترازویی که خدا میگوید که نازل کردم، برای چیست؟ که میزان بخشی از این فرقانه. میزان قرآن یکی از پایه‌های کیفی این کار رو تأمین میکنه. یعنی نقش کمیت در کیفیت رو ما در میزان بررسی میکنیم. اما ترازوی اصلی قرآن ترازویی است که با احتساب کمیت و انعکاس کمیت در کیفیت، تفاوت نهایی رو در معرفی کیفیات و در تفاوت و تفاصل کیفیات بیان میکنه قرآن. خود قرآن میگوید که ترازوی فرقانی قرآن ترازویی است که میباشد وسیله در واقع در آیه های بعدی میخوانیم و متوجه میشویم که جدا کننده حق از باطل هست. یعنی تمام مدت
یک طرف این ترازو رو که نگاه بکنید که تا عرش بالا بره، مجموعه چیزهایی که در این ترازو اندازه گیری میشه حق هستند، مشتقات مختلف حق هستند، و یک سوی دیگر ترازو بازتاب های مغایر با حق هستند، چیزی که از حق فاصله داره، نه اینکه با حق معاوضه میشه. اونها رو در تعادل قرار میده. این ترازوه، حق رو در تعادل قرار میده با چیزهایی که حق هستند، ولی شکل ظاهریشون متفاوته. مثل پیامبرا که شکل ظاهریشون با هم متفاوته ولی تفارقی از هم ندارند، فرقی با هم ندارند. لان و فرقو، بین اونها فرقی وجود نداره. یعنی پیغمبر از پیغمبر نه فاصله داره، نه فاصله داره، نه تفاوت داره. مثل هم نیستند، عین هم نیستند. هر کدام شخصیت مستقلی دارن، مثل دانه های زنجیر که زنجیر رو میسازه. این حلقه های زنجیر همه شکل هم هستند، اما هیچ کدام هم نیستند. حلقه سوم با حلقه چهارم یکی نیست. اون حلقه سوم این حلقه چهارمه، ولی در این حال نه با هم فرقی دارن، نه فاصله ای، فاصله ندارن، چسبیدن به هم. سلسله انبیا قرآن اینطور معرفی میکنه که تفاوتی، فرقی بین اونها نیست. به این موضوع اشاره میکنه. مبارک باد و مبارک است آن که نازل کرد فرقان رو بر عبد خود، که باشد این فرقان، این وسیله سنجش بین حق و باطل رو فرو فرستاد که تنذیر باشد. تنذیر نظر، نون، دالزال و ری در زبان عربی به معنای اخطار بر مبنای تجربه است. اعلام خطر کردن، اعلام خطر کردن بر اساس تذکار. این عرایضی که می کنن تقریبا میشه گفت که خلاصه و فهرسته، ولی خیلی دقیق عرض میکنم این مسائل رو که بتواند پایه کار ما در آینده باشد. وقتی میگوییم که تنذیر یعنی اخطاری که، اعلام خطری که پایه استناد و اتکاء این اعلام خطر بر مبنای منطق تجربی مخاطب است. درسته که ما اعلام خطر میکنیم، میگیم مراقب باش که از این بالای بام نیفتی زمین، این اعلام خطره. بر چه مبنایی چنین میگوییم؟ شخص باید چه فکری داشته باشه، چه مفهومی داشته باشه، چه برداشتی داشته باشه از این اعلام خطری که میکنیم؟ یک چیز خطرناکی میگیم اتفاق میفته، نسبت به آینده داریم سخن میگوییم که اگر این فعل رو کردین اکتساب ناشی میشه. تا اینجا هنوز معنی اخطار، معنی اخطاره. تنذیر معنی نمیده. تنذیر زمانی معنی میده که اخطار توأم با اعتبار تذکار باشه. یعنی به شنونده، به مخاطب میگویید که متذکر شو، به خاطر بیاور که پارسال هم از این بام رد میشدی، هرچه گفتیم که برو کنار نرفتی، از اونجا افتادی با این باد شکست. یاد میاری؟ میگه حالا یادم افتاد. این اخطار و اشاره اخطار به تذکار و وجود تجربه، یعنی اخطار بر اساس تجربه که تذکار میشود، اخطار به تذکار در اصطلاح قرآنی تنذیر گفته میشود. و در این آیه میگوید که این قرآن در واقع فرقانی است که نازل شده بر عبد ما
که باشد برای جهان و جهانیان، نه برای عرب ها، نه برای مکه، نه برای مدینه، نه برای دین عربی، نه دین عجمی، نه دین دیروز، نه دین امروز، نه جمعیت سیاه، نه جمعیت سفید، للعالمین، برای جهانیان، برای همه کسانی که عالمی هستند، جهانی هستند، برای همه جهانیان. یعنی این گستره و دامنه شمول هدایت قرآن رو نشان میده که به مردم همه دورانها، در همه مکانها، در همه زمانها میگوید که حق با باطل چه تفاوتی داره. شما این جمله رو سرسری نگیرید. برای تشخیص حق از باطل ما همه اباطیل رو باید بشناسیم، همه حقایق رو هم باید بشناسیم. این چیز ساده ای نیست. اون وقت شما هر کدام از این اباطیل رو که دیدید، چیزهای باطل رو که دیدید، چون در مقابل هر باطلی یک حقی هم وجود داره که اینها یک تشابهات ظاهری هم با هم دارن، چون این باطل همیشه لباس حق رو میدوزده و تن خودش میکنه که میخواهیم رسید به اونجا. ولی در مقابل این حق و باطل ما همه چیزهای باطل رو باید بشناسیم، همه چیزهای حق رو هم باید بشناسیم تا بتوانیم با این ترازو کار کنیم. برمیگردیم با آیه شماره 1. تبارک، خالص، شامل، یک پارچه، خارج از ترکیب، پاک، طاهر و مقدس است آن الَّذِي نَزَّلَ. یکی دیگه از معنی های برکه در مقابل خود، در ارتباط با خدا، بی نهایت بودن است. حالا هم برکت رو ما به عالم ماده هم اشاره می کنیم. از دیدگاه من انسان محدود و مقید، برای من اونچه که برکت دارد بی نهایت است. نعمت در دل برکت، برکتی که شامل نعمت می شود، یعنی نعمت بی پایان، در محاسبه من نه در محاسبه خدا. وقتی که در مورد خدا صحبت می کنیم، یعنی پاکی و طهارت و تقدس بی پایان در منظر بشر، در محاسبات بشر. این بی پایان بودن خیلی مهمه. مبارک است آن که نازل کرد فرقان را بر عبد خود، عبدیه، لیکونه، که باشد، للعالمین، برای کل عالمین، نذیرا، اخطار، به اتکای به تذکار باشد. در آیه شماره 2 میگوید که او کسی است که متعلق به اوست و او کسی است که برای اوست و متعلق به اوست پادشاهی و سلطه و سلطانی آسمان ها و زمین، یعنی عالم ممکنات، اون چه که نام هستی داره. و این فرمان فرما و فرمان روا و پادشاه و سلطان و مختار در زمین و آسمان، فرزندی بر نگزیده و فرزندی بر نگرفته است و در فرمان فرمایی، در پادشاهی، در اداره، در تقدیر، در ملکیت
جهان هستی شریکی ندارد و همه چیز را آفریده. و هر چیزی را از طریق تقدیر آفریده. یکی از آیه های فوق العاده استثنایی و سراسر فلسفی و متکی به حکمت فلسفه و تجربه و تعقل در قرآن است. بسیار بسیار آیه پیچیده است و در عین سادگی جنبه پایه‌گذاری بنای هستی رو داره. چند مورد رو در این آیه بررسی میکنه. یکی این که خدا مالک مطلق است. یکی این که خدا ملک مطلق است. هم مالک است، هم ملک است، هم صاحب است، هم فرمانده است. نسبت به کل هستی و هم احد است و هم واحد بی همتاست و شبیه به هیچ چیزی نیست و هیچ چیزی شبیه او نیست و از خود فرزند، نمونه، مثال و شبیه به جا نمی گذارد و ندارد که به جا بگذارد یا نگذارد. و اینکه هرگز 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 تحت هیچ شرایطی مشارکت در ملکیت هستی برای او وجود ندارد که معاون داشته باشد، همکار داشته باشد، مؤثر و مغیر داشته باشد، که در مدیریت او، در پادشاهی او، در خلقت او، در عرش او دخالت و نفوذی وجود داشته باشد، چه از طریق تحریک، چه از طریق دعا و در واقع تقاضای اجازه و تقاضای تغییر. یعنی دعایی هم که شما می کنید، اگر این دعا در چهارچوب تقدیر خلقت نباشد، معاونت محسوب می شود دیگه، تغییر محسوب می شود دیگه، در مدیریت او، در اداره او، در تسلط او، در ملکیت او، در مالکیت او، در پادشاهی او، در صاحبیت او، هیچ چیزی تغییر نمی کند و او خالق کل هستی است. یعنی هیچ بخشی نیست که نام هستی داشته باشد و مخلوق نباشد. یه جایی رو پیدا کردن که هست، وجود داره، ولی خلق نشده، با یک سیستم دیگری وجود داره، با یک مکانیسم دیگری به وجود آمده، میگوید چنین چیزی نیست. یا چیزی هست یا نیست. اگر هست، مخلوق است و او خالق کل هستی است. هیچ چیزی از هستی خارج از خلقت او نیست. و باز فهرست دیگری که میدهد این است که او هر چیزی رو که میآفریند تابع و در واقع تسلیم به تقدیر می آفریند. تقدیر یعنی قدر داشتن و قدر ساختن و اون چرا که در قدر ساخته و اون چرا که در قدر معین کرده انتقال دادن و به هستی که می آفریند اختصاص دادن. این میشه تقدیر. تقدیر
یعنی که یک قدری باید وجود داشته باشه. قدر خودش پرنده است که دو بال داره، یک بال مقیاس و اندازه و کمیت داره که چه اندازه باشه. یکی اشاره به اندازه میکنه قدر و یکی اشاره به امکان میکنه. فرض کنید که خدا الان میخواد عقاب بیافرینه، رو هوا پرواز کنه. این عقاب تابع یک سری قوانین باید باشه که چه نوع قدرتی داشته باشه، چه نوع قدرتی داشته باشه. حالا فقط راجع به سرعتش صحبت میکنیم و حرکتش. چه نوع قدرتی باید داشته باشه و چه قدر باید از این قدرت داشته باشه. چه نوع قدرتی باید داشته باشه، چه نوع امکانی باید داشته باشه و چه مقدار از این امکان باید داشته باشه. یعنی سخن بر سر قدر به دو مفهوم مقدار و امکان هست. قدر هم به معنای قدرت است، هم به معنای اندازه است. مجموعه اینها قدری می شود که قرآن می گوید که هر چیزی با یک قدر معینی ساخته می شود و به او تقدیر می شود، به او تزریق می شود. به وسیله تقدیر خلقت به وجود می آید و هر مخلوقی مقدور است و اون چه تقدیر او شده از مقدر اوست. یعنی در واقع در این عبارت کوتاه تقدیر یک دنیا مفهوم و معنا در چگونگی نقشه آرشیتکت آفرینش سخن میگوید که به جای خود در این مورد باز هم به لغت تقدیر که رسیدیم سخنهای دیگری هم مطرح خواهد شد. آیه شماره دو اتاق فرمان الَّذِي او آن کس که لَهُ تعلق به او دارد، در ملکیت اوست، مُلْكُ پادشاهی السَّمَاوَاتِ. اتاق فرمان اگر که با من هستید آیه شماره دو رو قرار بدید روی صفحه. تشکر میکنم. اوست آن که متعلق به اوست، پادشاهی السماواتی سماوات و عرض کل هستی. ولم و او کسیست که یتخذ لم یتخذ هرگز اتخاذ نمی کند، هرگز اتخاذ نمی کند ولدن پسری. ولم یکن و هرگز نمی باشد لهو برای او در هیچ امری در ارتباط با مالکیت و ملکیت و ملکیت شریکن شریکی فی در الملک در ملک در پادشاهی در اداره، هم در خلقت هم در اداره خلقت. و خلق و هموست که آفرید خلق کرد کل شیء رو، کل چیز رو، کل هستی رو. این کلیت در اینجا خیلی مهمه. فقدره و مقدر کرد تقدیرا اون چرا که قابل تقدیر است. یعنی تقدیر رو به این ترتیب انجام داد که مقدر و ممکنه یک هستی ساخت و اون امکان رو تقدیر کرد و تعلق بخشید که هستی مجموعه مقدرات است. یعنی هیچ چیزی پا به هستی نمیگذارد مگر اینکه قدر موجودیت و قدر هستی به او تقدیر شده باشد. یعنی اصلا به سیستم و به نحوه آفرینش اشاره میکند که مجموعه ذرات و اجزاء هستی مجموعه مقدرات هستی هستند. اون چیزهایی است که قدرت و مقدار معین شده، ابلاغ شده، تقدیر شده و اون هستی هست شده و ساخته شده.
در آیه شماره 3 به موضوع مهم دیگری اشاره می کند. و به یک گروهی اشاره می کند. بسیار عذر می خواهم از حضورتون. آنها یک گروهی اشاره می کند که برای خودشون معبودهایی معین کردند که اون معبودها قدرت خلقت و آفرینش ندارند و خود اون چیزهایی رو که به عنوان معبود و الهه انتخاب کردند خود اونها خلق شده هستند. یعنی کسانی رو که کسانی به اون کسان نگاه میکنند و اونها رو خالق تلقی میکنند این کار را اشتباه میکنند، چون چنین چیزی غیر ممکنه. اونها خودشون خلق شده هستند نه خلق کننده. و در سود و زیان و در مرگ و حیات و در انگیزش و در رستاخیز کاری از دست اونها بر نمیاد. 5 کار مهم و اساسی رو که پایه‌های آفرینش و تکامل آفرینش و سرنوشت آفرینش بیان میکنه قرآن. یکی در مورد حیات است که ما پا به حیات میگذاریم، پا به مرگ میگذاریم، در طول حیات و مرگ سود میکنیم یا زیان میکنیم و بعد از مرگ برانگیخته میشویم. این 5 حالتی که در زندگی انسان وجود دارد گوید هیچ نقشی در این کار ندارد. آیه 3 به این ترتیب بیان میکند که پس تعدادی از آدمهایشان عکس کردند، چنین برگرفتند و چنین معتقد شدند و چنین انتخاب کردند. من دونهی پایین تر از او رو، کم تر از او رو، آلهتن به عنوان اله معبود، لا که یخلقون خلقت نمی کنند، شیئا هیچ چیزی را، و هم و در حالی که ایشان یخلقون خلق شده هستند خودشان، ولا یملکون و هیچ گونه تملکی و اختیاری و تأثیری بر حیات شما ندارند، بروان به ضرر و یا ولا به منفعت شما ارتباطی ندارند، ولا یملکون و ملکیت و اختیاری موتن در موت، ولا و ندارن همچنین اختیار و اقتداری در تأثیری در حیات، حیاتن و ولا نشورا در بازگشت شما و در نشر شما هیچ تأثیری ندارند که در برپا خواستن شما، در از نو زیستن شما یا در حیات مجدد شما، در تمکین و در ایجاد و ایجاب این امر هیچ نوع دخالتی ندارند. کاملا بیگانه و غیر مربوط هستند. کافران گفتند این کتاب دروغی است که از خود بافته است و دیگران او را یاری کردند.
دیگران او رو یاری کردند، او با استعدادی که داشته بر مبنای یاری دیگران این مطالب رو به هم بافته، یعنی مواد خام در اختیارش گذاشتن دیگران، این صناعت کرده، نخ در اختیارش گذاشتن، این بافته لباس تهیه کرده. به راستی سخنشان باطل و نسبتش وارده اونها ناحق است. آیه شماره 4 و قال و گفتند، میگویند، عذر میخوام، و میگویند الذین کسانی که کفرو کفر میورزند این که هذا نیست، این یعنی این فرقان نیست، الا مگر افکن یک دروغ افتراه که او اختراع و اتهام میزند و اعانه و معین او بودند، یاور او بودند و کمک کننده به او بودند علیه بر این موضوع قوم مردم، آدم در این کار کمک و یاور او بوده، نه خدا، آخرون مردمان دیگر در این کار کمک او بودند. فقد اما بی تردید و به حقیقت جاءوا آنها ساختند و مدعی شدند ظلمن چیزی که بر مبنای بی‌عدالتی و زورا و بر مبنای دروغ پایه‌گذاری شده، یعنی مسائل مطالبی که میگویند کاملا دروغ و بی‌پایه است، اتهاماتی رو که به رسول اکرم هست میزنند و نیز گفتند این همان افسانه های پیشینیان است که این پیامبر رونویسی کرده و هر صبح و شام بر او خوانده می شود. آیه شماره 5 و قالوا و گفتند اساطیر که این می باشد اسطوره های الاولین پیشینیان. اسطوره به معنای افسانه های شکل گرفته به صورت داستان است که کاملا خارج از حقیقت نیست ولی تاریخ انعکاس حقیقت هم نیست. اسطوره عبارت است از ظروفی که ارزش های مورد نظر گوینده در اون ظرف‌ها به نمایش گذاشته میشه، توضیح بیشتر خواهم داد. میگویند که اسطوره های پیشینیان است افسانه های یا اسطوره های پیشینیان است که اکتتبها رونویسی کرده یا کتابت کرده فهیه و ایشان دملا در واقع دیکته کردند به او، املا کردند به او علیه بکرتن صبح و اصیلا در واقع غروب، بامداد و غروب، صبح تا شب در واقع به گوش او خواندند. اینها همه اسطوره ها و افسانه های دروغ گذشتگان است که رونویسی کرده از مطالبی که صبح و شام به گوش آن به گوش او خوانده شده است. تشکر میکنم اتاق فرمان. در آیه شماره 6 اتاق فرمان ما رو بازگردانید به روی صفحه. در آیه شماره 6 میگوید که بگو هم به
رسول اکرم میگوید بگو، و هم به من و شما میگوید بگو، این کتاب را کسی نازل کرده است که اسرار آسمان ها و زمین را میداند و آمرزنده مهربان است. تشکر میکنم اتاق فرمان، اگر امکان داره ما رو برگردونید روی صفحه. اتاق فرمان همطور که بارها عرض کردم گاه مشغول کارهای جنبی میشن و موقع ادیت میکنند کارهای دیگه میکنند، یک نفر هم بیشتر نیستن ایشون. در متن آیه میگوید که بگو، قل انزله، او نازل کرده است، الذی، چیزی را که او، کسی نازل کرده است آن را که، یعلم، میداند، السر، سر فی زمین، السماوات، سر آسمان ها و والارض، زمین را، انه، این بی تردید او، کان، می باشد، غفورا، غفور رحیما. تشکر میکنم اتاق فرمان. در این آیه به طوری که ملاحظه میفرمایید اشاره میکند به اینکه اون خالق دو صفت غفور و رحیم دارد که غفران او بر مبنای رحمت اوست، یعنی پایه و در واقع دلیل و اساس ساختمان مکانیسم غفران او بر مبنای وجود رحمت اوست که از رحمت او ناشی می شود، غفران او، چشم پوشی او، گذشته او، بخشش او. این خدای غفور رحیم خدایی است که هم خالق هم مالک هم ملک زمین و آسمان هاست و کسی است که این کتاب رو او نازل کرده، این فرقان رو او نازل کرده، کسی که به سر آسمان ها و زمین آشناست، چون سر اینها رو هم خودش خلق کرده. در آیه شماره 7 میگویند که گفتند این چه رسولی است که غذا میخورد، در بازارها راه میرود، چرا فرشته همراه او فرود نیامده است که مردم را بیم دهد، تنذیر کند در واقع مردم رو. در آیه شماره 7 چنین میگوید. همینطور مردم سوال میکنند در آیه بعدی که چرا گنجی نصیبش نشده یا چرا باقی ندارد که از میوهش بخورد، و ستمکاران گفتند شما از مردمی سحر شده پیروی میکنید. و خب یک تعدادی هم آدم بود که ایمان آورده بودن به او دیگه، اون کسانی که ستمکار بودن به خود او که اتهام وارد میکردند گفتند که این شخص، شخص پیامبر، شخص محمد، جادو زده است، سحر زده است، مسحور هست، دچار سحر و اسیر جادو و این چیزها شده. در آیه شماره 9 میگوید که ببین چگونه در این باب مثلها زدند و گمراه شدند که دیگر قدرت پیدا کردن راهی ندارند. علت این که این سه تا آیه رو در ترجمه با هم خواندم، بعد حالا متن عربیش رو هم به همین ترتیب دنبال میکنیم، یک هدفی داشتم در این کار و اون هدف این است که
ما وقتی که بیان یک موضوعی رو میکنیم، این موضوعی که میخوام عرض بکنم یک بار دیگر هم در سوره بقره گفته شده که ما اون چیزی هستیم که به زبان میاریم و تبدیل میشیم به اون چیزی که به زبان میاریم و ما با هدفمون شناسایی میشیم و ما تبدیل میشیم به هدفمون. به قول خواجه عبدالله انصاری، آنی همانی هستی، آنی که در پی آنی. شما در پی هر چه باشی شبیه به همون میشی. من هنوز هم وقتی که در خیابان راه میریم، محل ما سگستانه، محل سگ هاست، خیلی سگ اونجا زیاده. البته من خیلی سگ دوست میدارم، یه وقت فکر نکنید که من مخالف با سگ هستم و به هیچ عنوان هم سگ رو نجس نمیدانم، چون چنین چیزی در قرآن نیست و هر که چنین بگوید توهین مستقیم به قرآن شریف کرده و اتهام به حضرت حق زده. نکنید این کارها. هیچ جا در قرآن راجع به نجاست سگ سخن گفته نشده و سگ یکی از موجودات خوبه خداست. هرچه خدا میآفرینه خوبه من جمله این سگ، سگ بیچاره‌ای که دست ما افتاده. این آدم هایی که سگ دارند، من خیلی دقت کردم بهشون. اینا صبح که من یه وقت میام بیرون راه برم، میبینم که گله سگ ها با مردم همینطوری میبرن این ورنی سگ ها رو میشرکنن. تقریبا همه آدم ها شکل سگ هاشون هستن، سگ ها شکل آدم ها نیستن، آدم ها شکل سگ ها میشن. مثلا بعضی سگ ها هستن سرشون پایینه و دستاشون کوچکه و قدم های کوچک برمیدارن. صاحبش هم ببینید سرش انداخته پایین، قدم های کوچک برمیداره. و دقت کنید بعد از این، عجیبه که چطور آدم ها ادای سگا رو در میارن و اتوماتیک خودکار مثل سگا میشن حرکاتی که انجام میدن. در قرآن میگوید که وقتی شما دنبال یک چیزی هستید و یک دروغی رو تکرار میکنید، بعد از که مدت این دروغ باورتون میشه و در ایجاد اتهام به شخص به جایی میرسید که مجاز، خوب دقت کنید و عرضی که میکنم، مجاز جلوی حقیقت رو میگیره و در واقع راه منطق، راه تجربه، راه استدلال و راه تعقل به شما بسته میشه. خطر این کار، خطری که آدم حرف یاوه بزنه، دشمنی بی خود بکنه و چیزی که خبر نداره صرفاً به خاطر آزردن طرف یا پیش بردن هدف خودش هی دروغ بگه، هی اتهام بی خود وارد بکنه. بعد از یک مدت این اتهامات و این دروغ ها باورش میشه، دینش میشه، عقیدش میشه. اشکال کار در اینه که راه برگشتش بسته میشه، که راه برگشت نداره، تمام میشه و در اون ظلمت باقی میمانه و از فیض خدا و از در واقع نعمت مغفرت بی بهره میشه. مورد مغفرت دیگه قرار نمیگیره، یعنی در یک جایی قرار میگیره که اصلا مغفرت هم نمیخواد، با همون گندی که باور داره باقی میمونه و دینش همون دین گند مادی میشه، دین دروغ میشه. نظیر اینها هم کم نیستن که به این بنبست رسیدن، به دیوار برخوردن که در با سوره بقره که مادر همه این آیاته، در اونجا به اینها به عنوان کسانی اشاره میکنه که یعمهون هستند، کسانی که کوروار مثل مگس پرواز بی حاصل میکنن، پرواز میکنن ولی کور هستند و مرتب در دیوار میخورن. یعنی مظهر گمراهی و اوج گمراهی رو در واقع در قرآن بیان میکنه که اینها به چشم خودشون با دست خودشون سوزن وارد کردند. یعنی اینها اکتساب کوری کردند به لحاظ بازتاب کاربرد نیروی اختیار خودشون. چند تا کار از اینها سر میزنه.
یکی این که پیغمبر محکوم به این میشه که چرا غذا میخوره، چرا در بازار راه میره، چرا فرشته همراه او نیامده، چرا ثروتمند و سرمایه دار نیست، گنج نداره و چرا دارای باغ و بوستان نیست که از نعمتهای اون، از میوه‌های اون استفاده بکنه. میگوید که ملاحظه بکنید که چه مثال‌هایی زدند و از چه مثال‌هایی استفاده کردند و در پایان راه چطور به صورت غیر قابل برگشت گمراه شدند. چرا قرآن اینها رو به ما میگوید که ما اون راه رو نریم؟ ما وقتی که دلیلی برای کار نداریم، بر مبنای منافعمون، بر مبنای احساساتمون، بر مبنای بغض یا بر مبنای مهرمون، اینها رو مبانی قضاوت قرار ندیم، چون اینها دست و پاگیر میشن، راه های منطق رو بر ما مسدود میکنند. وقتی شما بر اساس عدم وجود دلیل و منطق به کسی اتهام وارد میکنید، بیشعور میشید. این قرآن داره میگه. شما نگاه بکنید، من به از همه پیروان آیت الله العظما آقای خویی پوزش میخوام، ولی وقتی که در مطالب توضیح المسائل این مرد میخوانم که توهین میکند، توهین علنی و آشکار میکند، تهمت وارد میکند و نزد خدا روسیاه و گناهکار باقی میماند، که اهل سنت که در نماز واجب بعد از ادای سوره فاتحه واژه و یا لغت آمین رو به کار میبرن، چنین چنان هستن، نمازشون قبول نیست، مشرکن، اینطورن اونطورن. این چی نشان میده؟ عرض کردم من قصد توهین به ایشان ندارم، به عنوان مثال از ایشان استفاده میکنم. این در اثر ایراد اتهاماتی که پایه های عاطفی داره، پایه های استدلالی و عقلانی و فلسفی و حکمتی درش نیست. شما همینطور چشمتون رو میبندید و باز میکنید، 1 میلیارد مسلمان، 1 میلیارد آدم رو نامناسب تلقی میکنید، نامناسب معرفی میکنید، جهنمی معرفی میکنید، مشرک معرفی میکنید. میشه همچی چیزی مگه؟ چرا؟ برای اینکه گفته آمین؟ خب برمیگردیم به شعور گوینده اشاره میکنیم که راه های استدلال و منطق رو خدا بر او بسته، با این همه مطالب 50 سال حوزه بوده، درس میخوانده و درس میداده، آخرش نتیجه کارش. یا اون دیگری که ازدواج با دختر 2 روزه رو مجاز اعلام میکنه. منظور من این است که این نشانه ها رو هم ما میبینیم ولی باز هم عبرت نمیگیریم. اینها چرا به این روز افتادن؟ اینها بر مبنای خشم، بر مبنای غضب، بر مبنای طمع، بر مبانی غیر اخلاقی و بر مبانی غیر منطقی و غیر استدلال و غیر تجربه اظهار نظر کردن، اتهام وارد کردن. اون وقت اکتساب اینها این بود است که نیروی تعقل و شعور و استدلال از اینها گرفته شد، یعنی قضاوت مستدل، اون نیروی قضاوت مستدل ندارند. همین حرفایی رو میزنن که میشنوید. آدم های معمولی هم نیستن اینها، اینها هیچ کدومشون بیسواد نیستن. اینها نیم قرن رو مشغول تحصیل سواد ظاهری و باطنی و این حرفا بود، نتیجهش این شده. یعنی قرآن رو در آزمایشگاه ببرید و نتیجه بگیرید که این حرفایی که خدا در قرآن میزنه حرفای یاوه نیست، حرفایی نیست که ما روی ترس قبول بکنیم یا احترام به خدا بذاریم، چون خدا بزرگه، حرفش هم بزرگه، پس هر چی گفت خدا ما قبول میکنیم. اینطور نیست، من اینطور نیستم لااقل. من تا شاهدی بر اون چه که خدا گفته نیارم، من حرف خدا رو هم قبول نمیکنم. ولی نگاه میکنم میبینم مو به مو با شرایط دنیای من، با تجربه های کمی که من دارم تطبیق میکنه. به هیچ نحوی من نمیتوانم در قرآن تردید و شک بکنم. وقتی نگاه میکنم میبینم میگه آقا وقتی دروغ میگی، دروغ و راست در ذهن تو جابجا میشه، وقت به خودت هم دروغ میگی، به دیگران هم دروغ میگی، انقدر بی شعور میشی که فکر میکنی داری راست میگی و دروغ میگی.
اینکه کذب در صدق یک تئوری و یک کانسپتی است که فقط در قرآن گفته میشه. یعنی شما دینت به جایی میرسه که انتحاری میشی، اسلحه به خودت میبندی میری خودتو منفجر میکنی. میگن پس این دیگه در اوج ایمانه. نه، این در اوج حماقته، این در اوج احمقی است. حالا جان خودشون فدا کرده، غلط کرده، فدا کرده، هرچه احتیاج نداشتید. این اگر شما در فرهنگ قرآن جستجو بکنید، خیلی لوازم زیادی لازمه تا یک انتحاری توجیه بشه و ما هیچ کدوم از اون لوازم رو نداریم. فقط میگن آقا این کاری که کرده جان خودش رو گذاشته، پس حتما صداقت داشته. نه، جان خودش رو گذاشته، حتما هم حماقت داشته. و این یک دروغگوی شارلاتان کذاب احمق بیشعوری بوده که در اثر تکرار خرافه و تکرار دروغ به این روز گند و متعفن اسیر و مبتلا شده. به همین سادگی. در این سه آیه، آیه شماره 7، 8 و 9 اتاق فرمان چنین میگوید: و قالو، و میگویند مالی، چگونه هذا، این رسول، الرسولی، یأکلو، میخورد، الطعام، طعام رو، و یمشی، و راه میرود، فی، در، الاسواق، در بازارها، در چارسوها، در خیابان ها. این پیامبر که هم طعام میخورد، هم در بازار راه میرود، لولا انزل، و چرا نازل نشده است الیه، به او یا با او ملکون، فرشته ای، فیکون، بنابراین او که با او باشد، معه نذیرا. در آیه شماره 7 در واقع گفته می شود که این چه رسولی است که مثل بقیه غذا میخوره، در بازار مثل بقیه راه میره، فرشته ای هم همراهش نیامده که اون فرشته تنذیر کند و به مردم اخطار کند که یادآور بشوند. چرا چنین نیست؟ دیگه از دلایل رد پیامبر در آیه 8 این است که او ضمناً یا اونطور میگویند یا میگویند که یلقا، القا کرده است به او، پوز میخوام، در آیه شماره 8 چرا او یلقا الیه کنزون، چرا به او گنجی داده نشده، یا چرا گنجی به دست نیاورده، او یا تکونو، برای او نیست که لهو، جنتی داشته باشد، باقی داشته باشد که بخورد از آن، منها، و وقال، و میگویند که الظالمون، کسانی که ظالم هستند، این تتبعون، شما در واقع پیروی میکنید، تابعیت میکنید، یا در واقع میگویند که تابعیت نکنید یا نمی کنید مگر از مردی که مسحورا، سحر زده یا جنی و یا جادو زده است. آنگاه خدا سخن می گوید و می گوید در آیه 9 ببین، نظر کن، کیفه، چگونه، ضربو، ببین چگونه وارد می کنند مثال هایی لکه، برای تو، الامثال،
فضلوا و ایشان به گمراهی و به بیراهی کشیده شدند. فلا یستطیعون که استطاعت نمی دارند سبیلا این راه رو در برگشت، یعنی استطاعت برگشت و توبه و درک حقیقت به ایشان داده نشد. در آیه شماره 10 میگوید که منزه و مبارک خدایی است که اگر اراده کند که برای تو بهتر از این قرار خواهد داد، باغهایی که در آن جویباران جاری است و برای تو قصرها پدید آورد. میگوید که بیان قرآن است، حالا دیگه بیان مردم نیست. میگوید که مبارک است، تبارک باد خدایی که اگر قانون او شامل شود، اگر قانون او شامل شود برای تو بهتر از اینها رو قرار خواهد داد. آیه شماره 10 تبارک مبارک باد الذی خدا، اون کسی که اگر شاء اراده و مشی او تعلق گیرد جعل قرار می دهد لک برای تو خیرا بهتر من از آن ذلک که جنات در واقع باغهایی که تجری جاری باشد من از تحت پایین آن الانهار نهرهایی و یجعل و قرار می دهد لکه برای تو قصورا قصرهایی. این چیزها که تو انتظار داری که تشکر میکنم اتاق فرمان، این چیزهایی رو که تو احتیاج داری که این پیامبر داشته باشه تا به مقام پیامبری برسه ارتباطی به این کار نداره و اگر تو تابع خدا باشی و قانون خدا شامل حال تو بشود همه اینها به تو داده می شود بدون اینکه پیغمبر باشی. آیه های 11، 12، 13، 14 و 15 در این آیه ها یک موضوع مهمی مطرح می شود. در آیه شماره 11 اما با همه این حرف ها، اما آنها قیامت را تکذیب کردند و ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند آتش سوزانی مهیا کرده ایم که آماده است. اجازه بدهید که این آیه رو با هم بخوانیم تا کم کم آیه های بعدی رو هم. بل چنین نیست، کذبو ایشان تکذیب می کنند بساعتی زمان وقوع قیامت را و اعتدنا اونها تکذیب کردن وقوع قیامت را و ما آماده ساختیم برای کسانی که تکذیب میکنن قیامت را آتش شعله‌ور را. آتش شعله‌ور در واقع اشاره به اکتسابی است که کسانی که قیامت رو قبول ندارند این پدیده رو اکتساب خواهند کرد. به هیچ عنوان نگفته است که در این دنیا
به من و شما مأموریت داده است که برای اونها آتش فراهم بکنیم. این سرنوشت اونها بین اونها و خدای اونها در دنیای دیگر است. در آیه شماره 12 اذا وقتی رأتهم ببینند آنها آن را من از مکان محل بعید دور سمعوا خواهند شنید لها تغیضا خواهند شنید در واقع جوش و خروش و غیظ و زفیر او رو خواهند شنید در واقع جوش و خروش و سر و صدای غلیان و زفیر این آتش رو خواهند شنید از مکانی دور. در آیه شماره 13 و چون با غل و زنجیر در مکانی تنگ انداخته شوند فریاد در واقع واویلا یا فریاد ناشی از درد بر می کشند. و اذا و چون القو ایشان واقع می شوند یا پرتاب می شوند منها در آن مکانا مکان تنبیه به جهنم ضیقا مکانی که بسیار تنگ و باریک است مقرنین در حالی که به زنجیرها بستند دعو فریاد میکنند و ناله میکنند که هنالک در اونجا ثبورا فریاد و ناله‌ای که نشانه از نابودی و هلاکت اونها رو اعلام میکنه. در آیه شماره 14 امروز یک بار واویلا نمیگویید بلکه باید بسیار واویلا سر دهید. وقت میشنوند در اونجا که لا تدعو اليوم ثبورا امروز یک بار نمیگویید واویلا واحدا یک بار ودعو و میگویید ثبورا وای بر ما واویلا کثیرا تعداد بیشماری. یعنی یک بار این آتش نمی سوزانه، یک بار این مصیبت متوجه شما نمیشه. در واقع در این تمثیل تشکر میکنم اتاق فرمان، در واقع در این مثال قرآنی اشاره به استمرار و تداوم احتساب میکنه که موضوع احتساب رو ما فکر میکنیم که خب در این بیان قرآن ما آیات دیگه‌ای که میخوانیم که یهود یا طوائف دیگر میگفتند که اولا که جهنمی وجود نداره، ثانیا اگر جهنم وجود داره خیلی امر معین و مشخص و محدودی است و بعد هم ما ازش عبور میکنیم و صدمه وارد نمیکنه، یه کمی معذب میکنه آدم رو، ولی اینا همش حرف رد میشین تمام میشه. قرآن در رد اون فرضیه که بسیار هم قوی بوده و مؤثر بوده در گمراهی مردم مرتب تأکید میکنه به شدت عذاب و به استمرار عذاب. یعنی دو چیزی که در تعریف قرآن نسبت به عذابی که در شرایطی به نام جهنم وجود داره در تمام قرآن تأکید میکنه بر یکی در عامل قوت و شدت و آثار در واقع عذاب آور و
علیم دردناکی که این تنبیه ایجاد میکنه، به تنبیه دردناکی اشاره میکنه که در استمرار و تناوب ظاهر میشه. یعنی یک بار نیست که یک شعله ای سر بکشه به آسمان بره بسوزانه و تمام بشه. و همین نشان میده که حکم تشابه هست. یعنی میزان عذابی که در اثر اکتسابی که ما بر اساس اعمال اختیاری انجام میدیم، دریافت جبر اکتسابی که میکنیم، اون رو تشریح میکند که هم مستمر است هم متواتر است، هی مرتب تکرار میشه و عذابی سخت و غیر قابل تحمل است. نکنید کاری که امروز اختیار انجام او رو دارید و فردا این اختیار از شما گرفته میشه و مواجه با اکتساب جبری اعمال اختیاری خودتون میشوید. این خلاصه استدلال همه این آیات هست. در آیه شماره 15 در ادامه همین موضوع تهدید و تنبیه میگوید در آنجا هرچه بخواهند، در آیه شماره 15 بگو آیا این بهتر است یا بهشت خالدی که به پرهیزکاران به عنوان پاداش و همینطور به عنوان مقصد اونها و محل ماندن اونها داده شده است، کدام یک از اینها بهتر است؟ این شعله و این آتش و این تنبیه و این استنرار و این دردناک بودن اکتساب جبری از فعلیت ارادی شما و فعلیت اختیاری شما بهتر است، یا این باغ بهشت با این مشخصات دلپذیر و لذت بخشی که با خودش داره، این هم اکتساب جبری است، اون هم اکتساب جبری است و هر دوی اینها ناشی از کاربرد و تفاعل اراده اختیاری تو می شود؟ آیا اون بهتر است یا این؟ امروز که تو هنوز فرصت کاربرد اراده در انجام و در فعلیت اختیاری چیزها رو داری، با توجه به این انعکاس، به این برگشت، به این عکس العمل، به این اکتساب، تو امروز در مقامی هستی که می توانی تصمیم بگیری، چون مختار به تصمیم هستی، که تو کدام یک از این اکتسابهای جبری رو امروز انتخاب می کنی بر اساس اعمال اختیاری خودت. بگو قل اذالک، آیا این است خیر بهتر ام یا جن ندو باغ بهشت، الخلدی بهشت دائمی، الذی که وعد وعده شده است، المتقون به کسانی که دارای تقوا هستند، کانت که خواهد بود، لهم برای ایشان، جزاء پاداشی، و مصیرا و همینطور سرنوشتی و اکتسابی نهایی. تشکر میکنم اتاق فرمان. در این آیه به طوری که ملاحظه میفرمایید، گروه بهشتی گروهی هستند که اهل تقوا هستند، طبعا گروه جهنمی گروهی هستند که فاقد تقوا هستند. عرض کردم این آیه ها به هم مربوطه تا جایی که به نتیجه میرسیم. بهشت و جهنم حالا یا متشابهات است یا محکمات است یا اکتسابات است، هر چه که هست آثار اونها محکمات است. مؤثر ممکن است متشابه باشد، اثر متشابه نیست، اثر محکم است. اما در اینها یک اتهام رو، یک جرم و یک در واقع عمل رو، یک جنایت رو، یک گناه رو خلاصه میکنه در پایان این 5-6 تا آیه و در واقع یک فعل معین و مشخص رو برای رفتن به بهشت
و یک فعل مشخص رو برای رفتن به جهنم معرفی میکنه که خیلی ساده میشه حفظ کردنش. میگوید کسانی که تقوا میورزند، تقوا ورزیدن همون شش عاملی است که در سوره بقره در آیه سوم و پنجم آمده، پا پنجم. شما مختارید و قادر هستید که متقی باشید یا متقی نباشید. اگر متقی باشید هدایت میشوید و اگر هدایت بشوید وعده همین جنت به شما داده شده که اکتساب جبری است. و اگر متقی نباشید و تقوا نورزید هدایت نمیشوید و اکتساب جبری شما از عدم تقوا که انفاق نگین انگشتر تقواست، انفاق اون رو نداشته باشید، پاداش شما همون جهنم با مشخصاتی است که داده شده و هر دوی اینها هم بهشت و هم جهنم اکتساب جبری بشر است. در آیه 16، در آنجا هرچه بخواهند برایشان آماده است و جاودانه یا دائمی، و جاودانه واژه اشتباهی است، در آن خواهند ماند. این وعده است که پروردگارت بر عهده گرفته است. این وعدگاهی است که خدا در تأمین این وعدگاه بدهکار پرداخت پاداش اهل تقوا است. متن آیه چنین میگوید، خیلی عجیبه این آیه قرآن در صراحت تعیین بدهی خدا و مسئولیت خدا. اصلا کلمه مسئول در این آیه آمده که خدا مورد سوال قرار میگیره. مورد سوال کی قرار میگیره؟ من و تو. که خدایا من تقوا ورزیدم، تو میدانی، من هم میدانم، تو شاهد بر همه چیز هستی، من جز تقوا کار دیگری نکردم، من در حد امکان انفاق کردم، من مستحق جنت هستم، لطفی به من نمی کنی خدایا، بدهی خودت رو میپردازی خدایا برای من اگر تقوا ببرزم. این مقام متقی است، در مقابل خدا می ایسته و طلبش رو از خدا وصول می کنه و خدا بدهکار متقی می شود در انفاقی که می کند. در اینجا میگه خدا مسئول هست و تو سائل هستی، تو بازپرس هستی، سوال کننده هستی از خدا. اون چی که دریافت میکنی حقت رو از خدا دریافت کنی. اسم نعمت در اینجا نمیاره. خیلی عجیبه که این نعمتی که به تو میدم، نعمت میگه چیه؟ حقمه، گفتی میدی باید بدی، بدهکاری به من، گفتی هر که اهل تقوا باشه بهش میدم اینو، منتی سر من نداری خدایا، تعهد خودت رو انجام میدی، بدهی خودت رو برداخت میکنی. این مقام تقواست که شما از عظمت مسئولیت حق، حضرت حق، در مقابل اعمال اختیاری که شما انجام دادید ببینید خدا خودش رو تا کجا در مرحله متعهد و مسئول قرار میده. به متن آیه توجه بکنید، لهم برای ایشان فیها در آنجا ما می باشد یشاؤون هران چه که آرزو کنند و هران چه که مورد درخواست و خواست ایشان قرار بگیرد. خالدین ایشان در اونجا مقیم خواهند بود. کان علی ربک می باشد علی بر ربک رب تو وعدا تعهدی مسئولانه. تشکر میکنم اتاق فرمان. این پاداش برای رب تو وعده است، تعهدی است، بدهی است با مسئولیت. هم تعهد است، هم تعهد مسئولانه. قرآن راجع به خدا داره صحبت میکنه، خدا راجع به خودش داره صحبت میکنه، میگه من متعهد
شاهد مسئول هستم در مقابل تقوای تو، که این تعهداتی رو که میکنم تأمین بکنم. در آیه شماره 17، روزی که آنها و معبودهایی را که غیر از خدا می‌پرستیدند، خودشون و معبودهاشون، اونها رو خدا محشور می‌کند. بارها عرض کردم این رو، این دو کلمه رو به یاد داشته باشیم، معنیش رو خیلی مفیده. یکی نشر، یعنی خدا در یک مرحله از خلقت نشر میکنه، مرتب میآفرینه و اینها در سراسر عالم پراکنده میشن، آدم ها جایگزین میشن به اصطلاح. و یک مرحله هست که مرحله حشر است. نشر یعنی پخش شدن، نشر یعنی جمع شدن، از مرکز به خارج، در واقع پرتاب شدن، منتشر میشن و بعد حشر میشن، یعنی اینها برمیگردن به نقطه آغازین، به اون جایی که از اون خمیرمایه واحد بشر خلق میشه، برمیگرده به اونجا. این دو نقطه نشر و حشر رو در قرآن به این ترتیب بیان میکنه. میگوید که روز حشر که خدا و معبودهای اونها رو همه رو جمع میکنه یک جا و میگوید که آیا شما بندگان مرا گمراه کردید یا خودشان گمراه شدند. امروز گاو، مار، سوسک، موش، بت، سنگ، حدیث، شخص. یک عکسی دیدم توی فیسبوک که یک آقایی هی مرتب آب میخورد تو دهنش غرغره میکرد که توفش زیاد بشه و مرتب یه شیشه هایی میوردن ظرف های جلوش، یه چنگه اسکناس میدادن بهش، یه توف بی خود، یه توف درست هم نمیکرد، احمق، به اندازه کافی هم توف نداشت تو دهنش، یک آب بی خودی از دهانش میریخت بیرون و خیلی نمایش توف میداد و این ظرف رو میگرفتن میوردن که مریضاشون شفا پیدا بکنه. و خود این مولای پوفیوز به نظرم بیمار شده بود، هفته پیش میخواندم که بردنش در آلمان معالجه بکنن بدون اینکه از این توف خودش یک مقداری هم به خودش بده که خوب بشه. اینها رو هم جمع میکنن، اون مولا رو، اون دولا رو، دیگری همه اینها رو میگه روز قیامت جمع میکنین، می باغ وحش ظلم رو که شما آدم ها درست کردین. در واقع در این آیه 16 و 17 قرآن کاملا بت رو تبرئه میکنه، این بت بیچاره کاری نکرده، این سنگ ها چه گناهی کردن، این کوه چه گناهی کرده، رعد و برق چه گناهی کرده، این گاو بیچاره همینطور صدا میکنه و دومش تکان میده و شیر میده راه میره، این چه گناهی کرده آخه، این مار بدبخت رو من خلق کردم برای مصارفی که داره، تو برداشتی این مار رو به جای خدا میپرستی. بعد هم میگه اگه بت پرستی بده، اون بت باید تنبیه بشه، تو باید تنبیه. یک اصلی رو در قرآن دنبال میکنیم و اون اصل این است که همینطور که دین توحیدی یک دین بیشتر نیست، دینی که در اون خدا پرستیده میشه و عدالت هدف اون دین هست، هیچ دین دیگری ما نداریم، هیچ دین دیگری نداریم. دین شرک هم همینطوره، یک دین شرک بیشتر نیست. دین شرک عبارت است از دینی که خدای
اون دین خدای واحد نیست. همین، تمام شد، هیچ تعریفی دیگه نداره. هر چیزی که خدای اون این خدای واحد نباشه، اون دین شرکه. یعنی شرک به این معنا که نه اینکه خود اونها چند تا خدا را قبول داشته باشن، اونها هم واحد هستن، یک خدا را قبول داره، یک سنگ را قبول داره، یک مار را قبول داره. شرک در اونجا نیست، شرک در اینه که این سنگ رو با خدای نادیده در شراکت قرار داده. همه بت پرستا خدا رو رد نمی‌کنن، این اشتباهی است که همه ما می‌کنیم. ما فکر می‌کنیم بت پرست کسی است که منکر وجود خداست، نه، مدعی مشارکت این بت با خدا هستن. که درسته که این سنگ سنگ بدبخته، درسته که این سنگ دنیا رو نیافریده، ولی خب این سنگ نماینده اون خداست. یعنی بین این سنگ و خدای نادیده شرکت برقرار میکنه، یک شکل عمومی از شرکه. این گاو مظهر خداست، گوسفند چی؟ گوسفند مظهر خدا نیست. الاغ چی؟ الاغ مظهر خدا نیست. چه چیزیست که شما پیدا بکنید مظهر خدا نباشه؟ خدا همین شیطان مظهر خدا هست یا نیست؟ یا مظهر یک خدای دیگه است؟ که در شرایطی قرار میگیرید که شما باید با این مظهر روبرو بشید، پاداش شما اینه که با این مظهر روبرو بشید، اون وقت با اون صفت شیطانی خدا روبرو میشید. شیطان به یک موجود مستقله که برابری کنه با خدا، اون شرکه. کسانی که شیطان و خدا رو در مقابل هم قرار میدن، بین اینها جنگ و کشتی برقرار میکنن. رأی حال میگوید که قرآن در تبرئه بت، در تبرئه سنگ و در محکومیت کسی که این بنا رو گذاشته، اون پیامبر شارلاتان، اون پیامبر دروغگو، اون پیامبری که مردم رو به راه کج منحط میکنه و منحرف میکنه، اون پیامبر هیچی ندار. اون که هنوز هم نظیر اونها رو ما داریم در اسمهای مختلف. و اساس ساختمان ملایی و آخوندی و مفتیگری بر مبنای همین شرک قرار داره که همه این آدم ها شریک خدا میشن. اون قدیم ها خدا رو قبول نداشتن اصلا، میگفتن همین سنگ خداست. الان دیگه مردم قبول نمیکنن سنگ خدا نیست که. خدایی رو که قرآن معرفی میکنه میگیرن، در زندان هم میاندازن و در کنار این خدای زندانی یک خدای انسانی درست میکنن به اسمهای مختلف. یا گاردین مکه است، یا ولایت داره، یا رئیس جمهوره، یا مقدسه، یا امامه، یا معصومه. در قالب اینها شرک خفی و شرک جلی انجام میده. خدا اون وقتی صدا میکنه هم سنگ رو صدا میکنه، هم گاو رو صدا میکنه، هم اون آدمی رو صدا میکنه که امروز مدعی قبول شرک با خداست و خودش رو هم در مقام مشارکت با خدا قرار میده، و یا برای خدا شرک قرار میده و خودش معاون مشرک میشه. برای خدا امام قرار میده، این امام رو صاحب اختیار میدانه، خودش رو معاون این امام معرفی میکنه. این انواع و اقسام شرکی که در دنیا وجود داره قرآن به اینها اشاره میکنه. میگوید که و یوم و اون روزی که یحشرهم خدا محشور میکند ایشان را، و ما و آنچه را که یعبدون میپرستیدند عبادت میکردند، من غیر از دونی یا در کنار الله. الله اون روزی که خدا محشور میسازد ایشان را، بت پرست ها رو، و اون چرا که اطاعت میکردند و عبادت میکردند از آن، یعنی بت ها رو، هم بت پرست رو و هم بت رو
خدا محشور میکنه. حالا این بت میتواند که گاردین مکه باشد، ولایت داشته باشد، مفتی باشد، مجاز از طرف خدا باشد، امام معصوم باشد، همه اینها، همه اینها، همه اینها رو جمع میکند خدا در یک جا، در یک مقطع، در یک نقطه، هم مشرک رو و هم عابد رو و هم معبود رو، همه اینها رو جمع میکند. معبودی که غیر از خداست ولی در کنار خدا قرار داده شده. فیقولو و خدا خواهد گفت، اَأَنْتُمْ آیا شما، اَضْلَلْتُمْ موجب زلالت و گمراهی عبادی عباد من شدید، هَؤُلَاءِ اینها، اَمْ یا هُمْ ایشان، ضَلُّوا در واقع گمراه شدند از راه. میگوید آیا شما بندگان مرا گمراه کردید یا خودشان گمراه شدند؟ به زبان ساده تر در آیه شماره 18 که بسیار بسیار آیه مهمی هست، میگویند که خدایا تو منزهی، برای ما شایسته نبود که غیر از تو سروری برگزینیم، مولایی برگزینیم، ولی برگزینیم، ولی تو آنان و در واقع نیاکانشان را از نعمت برخوردار کردی تا اینکه یاد تو را فراموش کردند و هلاک شدند. قالو ایشان میگویند سبحانک تسبیح باد بر تو، ما کان ینبغی میگویند تسبیح باد بر تو، منزهی تو، برای ما شایسته نبود لنا ان که نت اتخاذ کنیم من غیر از دونیکا یا در کنار تو، در کنار تو برگیریم و بگماریم و محسوب بداریم من هیچ اولیاء از اولیاء. ملاحظه بکنید که در اینجا اون کسی که با خدا شریک شده در این دنیا مقام ولایت داشته، ولی بوده، اولیا رو در اینجا مطرح میکند، شرکای خدا رو در اینجا مطرح میکند. ولیکن و اما متعتهم تو به ایشان نعمتهای فراوان بخشیدی و آباءهم و همینطور به پدران ایشان تا جایی که نسو فراموش کردند پیام تو را، ذکر تو را، هم اینکه تو را به یاد بیارن، هم اینکه پیام تو را به یاد بیارن. و کانو و گردیدند قومن قومی بورا ویران شده و به هلاکت رسیده. تشکر میکنم متعال فرمان. در آیه شماره 19 مسلماً گفته‌هایشان را تکذیب کردند، اکنون قدرت ندارید عذاب را دور کنید یا یاری دهید، نه عذاب را میتوانید دور کنید نه میتوانید کمک و یاری باشید. هر کس از شما شرک ورزید یا ورزد، عذاب شدیدی به او میششانیم. اون وقت در این آیه های 19 میگوید که همه این دفاعی که میکنند دفاع دروغه،
کاری که کردن دروغ بوده، فعلی که کردند فعل خیانت و جنایت بوده. چون در برنامه دیگری هم اشاره کردم من که علت ممنوعیت شرک و علت اینکه مشرک جنایتکار محسوب میشه برای این نیست که عقیده در قرآن تنبیه میشه. قرآن عقیده رو تنبیه نمیکنه. اون چرا که قرآن تنبیه میکنه در باب عقیده، در واقع عملی است که از اون عقیده ناشی میشه. ولی شما هر عقیده ای میخوای داشته باش، کسی که شرک میورزه، یعنی در واقع این مکانیسم شرک خیلی ساده، یعنی یک کسی مثل حمید میگوید که آقا من یا مستقیما شریک خدا هستم، سابق این طور بود، سالها هزار سال پیش بیشتر مردم میپذیرفتند، الان نمیپذیرند. این حمید بگوید که من با خدا شریک هستم، این حمید با امام شریک میشه، امام با خدا شریک میشه، من با یک امامی شریک میشم، اون امام با امام دیگری شریک میشه، اون امام با امام دیگری شریک میشه، در پایان این شراکت من معاون اون امام میشم. این بهتر پذیرفته میشه، بهتر به زعم مردم قابل پذیرایی و قابل پذیرش هست این شرک. اما یکیست نتیجه امر، اگر اون مراحل رو کنار بگذاریم اصل قضیه یکیست، من شریک خدا هستم. و در این مشارکت با خدا، من چون دروغ میگویم، یک کسی از من بپرسه آقای حمید خان جناب عالی هدفتون از این دروغی که گفتید چه بود؟ حالا بالاخره هر کسی یه دروغی میگه یک هدفی تو سرش هست دیگه. تو چرا به دروغ گفتی من نماینده خدا هستم؟ مرد دروغگو، تو که نیستی نماینده خدا، تو چرا گفتی من شریک خدام؟ تو چرا گفتی من از طرف خدا ولایت دارم؟ چرا 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 چرا؟ وقت در پاسخ اینها میگویم که این جواب میدم که خدایا تو اینقدر به ما نعمت دادی که ما هار شدیم، نفهمیدیم قدر نعمت رو، ندانستیم مست نعمت شدیم، نعیم بزرگ رو فراموش کردیم، از این حرفای بی خودی که اینجا یه تمام اینهایی که گفتید بی خودی، هیچ کدوم اینها نیست، دروغگو، هم خیانت کردی هم جنایت کردی هم دروغ میگی. حالا چرا قرآن اصلا با شرک مخالفه؟ چه اشکالی داره آدم 10 تا خدا داشته باشه، 20 تا خدا داشته باشه؟ مگه خدا بده؟ آدم هر چقدر بیشتر خدا داشته باشه بهتره. علت این است که ما این دروغی رو که میگیم یک هدفی داریم. آیا ما از ادعای به شرک و اینکه تلبیس الحق بالباطل میکنیم و در واقع تلبیس حقیقت میکنیم و این شارلاتانیزمی که در بین مشرکین رایج هست، این برای دسترسی به قدرت، به ثروت، به شهوت، به ارضاء خواستهای شیطانی بشر اون ولیه، یا اینکه واقعا خدا آمده و این رو نماینده خودش کرده؟ این است که چون که قصد از شرک و استقرار مکتب شرک خروج از عدالت و تحکیم و در واقع اعمال ظلم و بیداد به جامعه است، جنایت محسوب میشه. یک هدف در شرک بیشتر وجود نداره، اون هدف جنایی است. ولی چرا من میگم من نماینده خدا هستم؟ چرا؟ این چرا رو باید ولی فقیه، ولی غیر فقیه، ولی مجنون، ولی شرعی، ولی غیر شرعی، چه در عربستان، چه در ایران، چه در پاکستان، چه در آمریکا، هر کجای دنیا که باشه باید پاسخ بده. چرا دروغ گفتی؟ برای کسانی که منتسب به این قرآن خودشونو معرفی میکنن، این قرآن میگه دروغ میگی تو. خدا در اینجا میگوید من ولی انتخاب نکردم. تو به چه مناسبت میگویی که تو ولی هستی؟ به کدام کتاب تکیه میکنی؟ به این قرآن اگر تکیه میکنی که میگه من ولی انتخاب نکردم، میگه در این کتاب یا نمیگه؟ یا
یا باز هم دروغ میگی، یا انقدر بی چشم رو و بی شرم و بی حیا هستی که با چشمت دریده به این قرآن نگاه میکنی و نفی ولایت رو از قرآن میبینی و باز هم بر ولایت پا میفشاری، چه در مکه باشی چه در تهران. فقد و بی تردید کذبوکم تکذیب کردند بما آنچرا تقولون که گفتند که میگویند فما بنابراین تستطیعون فاقد استطاعت میباشند صرفا که بازگردند ولا و نمی باشد نصرت و یاری و من و هران کس که یظلم ظلم انجام بدهد منکم از شما نذقه ما او رو مجبور می کنیم که بنوشد و وارد ذائقه خود کند عذابا تنبیه کبیرا عظیم و دربرگیرنده و مشتمل رو، عذابی که عذاب در واقع تنبیه چندگانه است که فقط یک سو نداره، یک سر نداره. این تنبیه شامل یک سری از عذاب ها میشه برای کسانی که موجب گمراهی مردم شدند، هم موجب زلالت شدند، هم موجب زلالت شدند، هم مرتکب زلالت شدند، هم موجب زلالت شدند، هم باعث گمراهی شدند، هم عامل ظلم و ستمگری شدند. ایمان مردم رو دزدیدن، وجدان مردم رو دزدیدن، باور و اعتماد مردم به خدا رو دزدیدن، خدا رو ننگین و آلوده کردند و هزار سال توحید و دین قرآنی رو به خطر و به تعویق انداختند و چنان چهره زشتی از خدا درست کردند برای جامعه بشر، چنان ضربه‌ای بر پیکر توحید وارد کردند که تا 10 قرن دیگر درمان نمی‌شود. قرآن به اینها می‌گوید که اکتساب عذاب برای شما اکتساب کبیر است، اکتسابی است که در اوج کبریایی و شمول و گستردگی و تعدد و تکثر فریاد برانگیز خواهد بود و غیر قابل تحمل خواهد بود. اما همه شما هم به قرآن میخندید، همه شما هم به قرآن میخندید، هم به خدا میخندید، هم به قیامت میخندید. وای بر شما، وای بر شما که تنها بیدین نیستید. ای کاش بیدین میبودید، ای کاش بی دین می بودید که ضد دین و ضد بشریت هستید. هیچ چیز شما رو نمی ترسانه. به ریش خدا و به ریش قرآن خدا می خندید. والله به ریش خدا می خندید که مردم چقدر احمق هستند که این قرآن و لاتعالات قرآن رو می پذیرند و ما چقدر باهوش هستیم که این مردم احمق رو اسیر خودمون کردیم. و در خلوت اینها شما ببین، من رفتم در خلوت اینها، من یک مدتی از خود همینها بودم، خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم، کثیری از اونها رو دیدم به تکرار و تواتر. شوخی هایی میکنند،
زشتگویی هایی میکنند، تمسخر و استهزا هایی میکنند، تحقیر هایی میکنند که موی بر اندام انسان راست نیست. این حرف های مسخره چیه؟ این فلان چیه؟ اینها برای مردم اولاغ است که ما به اونها سلطنت میکنیم، حکومت میکنیم. خدا چیه؟ جهنم چیه؟ آقا مگه قرن 21، قرن 20، نمیدونم قرن فلان این مزخرفات رو کسی میپذیره؟ حشر یعنی چی؟ نشر یعنی چی؟ قیامت یعنی چی؟ خوبه که پیشینیان ما مردم رو خر کردن که ما سوار اونها بشیم. خرت رو برون. همینها در مجامع، تعدادی از اونها الان دارن منو نگاه میکنن که آقا این مردم مثل اولاغ میمونن، سوار اینها بشو، هر وقت هم خسته شدی یه کاری با اولاغه بکن و بیا پایین. میگفتید شما یا نگفتید این حرفا رو در مهمانی های خصوصیتون؟ امروز شما کسانی رو که از اسرار شما با خبر هستن به هر قیمتی هست نابود میکنید به اسمهای مختلف. اما این کارها یک پایانی هم داره، آخه یک جایی میسته. و این جنایاتی که شما در حق عدالت انجام دادید و ظلم و جنایت خودتون رو توجیه کردید از طرف خدا، ببینید شما چه بیشرف هایی هستید که همه این گناهان و همه این کثافت هایی رو که انجام میدید گناهش رو گردن خدا انداختید. در آیه شماره 20 ما پیش از تو هیچ رسولی را نفرستادیم مگر اینکه آنها هم غذا می‌خوردند، در بازارها راه می‌رفتند و ما بعضی از شما را وسیله آزمایش بعضی دیگر قرار دادیم. آیا صبر می‌کنید؟ پروردگار تو بیناست و بر شما نظارت و بصارت می‌کنه، شما را می‌بینه و بصیر بر احوال شماست. و ما ارسلنا، و ما نفرستادیم، قبلک، قبل از تو، من، هیچ، المرسلین، رسولی را، الا، مگر، انهم، بی تردید ایشان، لا یأکلون، می خوردند، الطعام، از طعام، و یمشون، و راه می رفتند، در الاسواق، بازارها و خیابانها، و جعلنا، و ما قرار دادیم بعضكم، بعضی از ایشان را، لبعض، بر بعضی دیگر، فتنه، وسیله آزمایش و خودشناسی، اتصبرون، آیا صبر خواهید کرد که نتیجه این فتنه و این ابتلا و آزمایش و خودشناسی رو ببینید؟ و کان، و می باشد، ربک، رب تو، بصیرا، بصیر هم بیناست و هم موجب بینایی می شود. هیچ رسولی بر اساس این آیه قرآن نبوده است که، تشکر میکنم اتاق فرمان، هیچ رسولی قبل از این نبوده است به موجب این آیه قرآن که الوهیت داشته باشد و غیر از بشر باشد، چه موسی باشد، چه عیسی باشد، چه محمد باشد، چه هر پیامبر دیگری باشد. همه پیامبران انسان بودند، همه پیامبران اگه غذا نمیخوردند از گرسنگی میمردند و به عنوان بشر معمولی یک روز پا به دنیا میگذاشتند و یک روز از این دنیا میرفتند و مرده محسوب میشدند. کلمه رحلت رو به کار نمیبرم که اشتباه نکنید، مرده، موت میشدند و مرده به این دنیا باز نمیگردد و سلام شد تمام. قرآن ننویسید از نو. این بساط حدیث رو هم جمع بکنید
این مکتب شرک رو کنار بگذارید و خدا برگردید. البته نمیتونید تو قرآن دست ببرید، خیلی هم سعی کردید ولی نتوانستید. حالا امروز متوسل شدید، یعنی امروز که 1500 ساله، قبل از شما در دینهای دیگه هم همین کسافتکاری ها رو کردند. یه کتاب در کنار کتاب خدا درست کردید و هر مزخرفی میخواید داخلش مینویسید، خجالت هم نمیکشید. برای عیسی خدایی تعیین میکنید، برای موسی چه تعیین میکنید که دست بر نمیدارید از این فریب ها. شما برای این به عیسی الوهیت میبخشید که از اون الوهیت نواب عیسی که شما یکی از اونها باشید الوهیت به ارث ببرید. اگه بگید یک آدم معمولی بود بابا جان، اومد یک پیامی رو داد و رفت تمام شد، اون وقت شما کجا سلطنت میکنید؟ اون وقت این بساط پاپ کجا ساخته میشه؟ شوخیست مگه این حرفا؟ بیش از 1.5 میلیارد کاتولیک در دنیا وجود داره که این حضرت پاپ رو تجلی حضرت مسیح میبینه و در واقع به اصل تناسخ عقیده داری که این جسم عیساست، روح عیسی هم برمیگرده. شما با اینها میخواید چه مبارزه ای بکنید؟ شما با این دستگاه شرک شما چه مبارزه ای میخواید با این بکنید؟ شما چه میتوانید بکنید با اینها؟ چه در کاتولیک، چه در مسیحیت، چه در یهودیت، چه در اسلام، چه در هر دین دیگری که درست کردن و در اون دین ملا وجود داره. یکی از یکی بدتر، یکی از یکی بدتر. حالا اظهار میکنن که فلان دین درش ملا نیست، لغت ملا درش نیست. گفته میشه البته درست یا غلطش عودت و علراوی که در زمان رضا شاه، حکومت قبل از انقلاب، یک اداره بود به نام امنیه خانه، یکی از بدنامترین ادارات نظامی موجود اون زمان ایران بود که آفت جوجه و مرغ رعیت های بیچاره بودن. این امنیه ها را می افتادن تو دهات به بهانه های مختلف، یه چیزی مثل طالبان بی دین مثلا یا طالبان کتشلواری، هرچی مرغ و خروس و بره و هرچی داشتن دهاتی های بدبخ از اینا می گرفتن، یه کتکی هم به اینا می زدن، تفنگ داشتن دیگه، پلیس روستایی بودند. تا اینکه خلاصه خبر به رضا شاه میرسه که آقا این امنیه ها چنین میکنن چنان میکنن، رضا شاه دستور میده که درست بکنن این کار رو و میگوید که از تاریخ فلان ما اصلا امنیه نمیخوایم، اینقدر بدن اینا، تمام امنیه خانه ها رو جمع میکنیم و تمام امنیه ها رو بیرون میکنیم و به جاش سازمان مدرن ژاندارمری کل کشور رو برقرار میکنیم و کردن. اسم عوض بشه چیزی دیگری عوض نمیشه و تا امروز هم همین کارا ادامه داره، بدترش هم ادامه داره. اون وقت خدا میگوید که ما بعضی از شما رو وسیله آزمایش در مقابل بعضی دیگر قرار دادیم. حالا حساب پیغمبر و اینها سر جای خودش، اتفاقاتی که در تاریخ افتاده، مثلا فرعون یک وسیله آزمایش و ابتلا باید باشه برای معاویه، معاویه یک وسیله آزمایش و خودشناسی باید باشه برای عباسیه، اونها برای فاطمیه، اونها برای سلجوقی، اونها برای ملجوقی. این شما در تاریخ اگر نگاه بکنید هر کدام از اینها رو خدا میگه ما وسیله آزمایش قوم دیگر قرار دادیم. یعنی من به خودم نگاه بکنم که تا درجه فرعون که دیگه من بالاتر نمیرم. فرعون در قرآن مظهر ظلم و قدرته، هیچ قدرتی در قرآن بالاتر از فرعون و ظلم فرعون نیست. اون رو میبره در یک رودخانه خفه میکنه
تحویل شما میده، سرش رو میکنه توی آب خفه میشه، به میته تبدیل میشه، میارتش از آب بیرون میندازتش اون گوشه. میگه آقای آقاسی این ابتلاء توه، این فرعون ابتلاء توه، تو ببین اگر فرعون میشی دیگه بیشتر از فرعون نمیشی که. فرعون حد بالا رفتن ظلم و قدرت بشره، از نظر سمبولیکی عرض میکنم در قرآن، یعنی هیچ آدمی از اینجا بالاتر نمیره، قدرتش هم از این بیشتر نمیشه، ظلمش هم از این بیشتر نمیشه، پولش هم بیشتر از این نمیشه. حالا تو شدی فرعون، پایان کار فرعون رو ببین، در یک توالت عمومی افتاد از بین رفت، در جا میتش تبدیل به فضولات شد، تو هم همونو میشی دیگه، اون بالاترین جاییست که اون رفته. عبرت بگیر آخه، به خودت بیا، دست بردار از ظلم، از ستم، از ادا اطفار، از این جست هایی که میگیری، از این لباس های مسخره ای که میبوشید، آخه خجالت بکشید آخه. از تو گرفته که پاپ اعظم باشی تا تو ولایت فقیه، تا تو گاردین مکه، یکی از یکی دروغگوتر و خائنتر و بیدینتر و ضد دینتر و هنرپیشه ترتر، خجالت بکشید آخه. دست بردارید از سر مردم بدبخت. آنان که امید دیدن ما رو ندارند، ملاحظه بکنید به کی داره اشاره میکنه قرآن، آنان که امید دیدن ما رو ندارند، گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نمیشوند و یا چرا پروردگارمان را نمیبینیم. یک موضوع جدیدی اشاره میکند و این است که و قال و گفتند الذين کسانی که لا يرجون متوقع نیستند لقاءنا به دیدار ما، لولا اونها میگویند که چرا انزل نازل نکرد علینا بر ما الملائکتو فرشتگان را، او و یا نرا چرا ما نمی بینیم ربنا با چشم ظاهر رب خود را، لقدی بی تردید استکبرو ایشان به استکبار رسیدند، مستکبر شدند فی در انفسهم بین خود، به استکبار و به ادعای کبریایی رسیدند، به تفرعون رسیدند و عتو و چنین شدند عدوان کبیرا و در واقع در این بزرگ نگری که به خودشون داشتند طغیان بزرگی کردند، سرکشی و خیانت و طغیان بزرگی انجام دادند. بینندگان محترم، دقایق کوتاهی به تنفس می‌پردازیم، باز می‌گردیم با شما خواهیم بود.